انا نخست وزیر ایتالیا اتحادیه اروپا را به دوروی در قبال بحران وارگان متهم کرد. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا در پی مخالفت اتحادیه اروپایی برای پذیرش اشتراکی 150 هواره‌ای که از هفته پیش در بندر کاتانیا در جزیره سیسیلی ایتالیا در داخل کشتی هستند، در صفحه فیسبوک خود با ابراز تأسف از اینکه اتحادیه اروپا فرصت خوبی را از دست داده نوشت: متاسفانه اتحادیه اروپا درباره بحران مهاجرت نتوانسته گام موثری مطابق با همبستگی و مسئولیت پذیری مشترک که اصول بنیادین این اتحادیه است برداره و همواره در گفتار و عملش تفاوت بوده است. در همین حال لویجی دی مایو معاون نخست وزیر ایتالیا تهدید کرد که در صورت همکاری نکردن سایر کشورهای اروپایی در پذیرش آوارگان، این کشور کمک‌های مالی خود را به اتحادیه اروپایی قطع خواهد کرد. اگر این رفتار اعضای اتحادیه اروپا در قبال بحران مهاجران تغییر نکند، ایتالیا سهم خود را در بودجه سال آینده اتحادیه که 20 میلیارد یورو است پرداخت نخواهد کرد. دولت ایتالیا دیگر بر سر این مسئله با بروکسل کوتاه نخواهد آمد. این در حالی است که دولت ایتالیا به 150 آواره‌ای که در داخل کشتی دیچوتی در سیسیل هستند اجازه پیاده شدن نمی‌دهد، که این مسئله با اعتراض شدید مردمی روبرو شده است. در حالی که این افراد در کشتی در شرایط غیر انسانی به سر میبرند، نه دولت ایتالیا و نه دیگر کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر به فکر آنها نیستند. با روی کار آمدن دولت جدید راستگرا در ایتالیا در ماه ژوئن گذشته، سیاست های این کشور در خصوص پذیرش آوارگان و مهاجران به شدت سختگیرانه شده است. دولت ایتالیا هفته پیش نیز به اتحادیه اروپا هشدار داد در صورتی که شرکای اروپاییش به درخواست این کشور برای جذب آوارگان و مهاجران پاسخ مثبت نده، بندرهای ایتالیا همچنان بر روی کشتی‌ها و قایق‌های حامل آوارگان بسته خواهد بود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.